در روزگاران کهن، هر جا که آب بود و رود و دریا، تمدن‌ها شکل می‌گرفت. جمعیت پیرامون آبها تشکیل می‌شد. کشاورزی و دامداری رواج پیدا می‌کرد و شهرها به وجود می‌آمدند. اما از قرن 19 که نفت وجود خیش را نمایاند، این ماده سیاه و بدبو جای آب را در شکل گیری شهرها گرفت و این نخستین علت به وجود آمدن آقاجاری شد. شهری که بیشترین ذخایر نفت را در دل خود جای داده و بیشترین سهم را در استخراج و تولید نفت به خود اختصاص داده است. و شوربختیان که هیچگاه هم پای نفت توسعی در این شهر صورت نگرفت. نه تأسیساتی مربوط به نفت احداث شد و نه امکان کشاورزی و دام پروری در اینجا وجود داشت. شهری متکی بر نفت، بدون هیچ صنعت خرد و کلان. و از همان ابتدا مشکلات آغاز شد. نگاهی به مکاتباتی که از سال 1345 بین مسئولین شهر و استان صورت گرفته است، نشان می دهد که آقاجاری در زمینه های آب، برق، جاده، اشتغال، صنعت، کشاورزی و غیره دارای مشکلات عدیده‌ای بوده است. و حتی در تاریخ 24 مهر 1345، یعنی 40 سال پیش، طی صورت جلسه ای از استانداری می خواهند تا زمینه برگشت مردم منطقه را به شهرهای خیش فراهم کند. و اکنون علی‌رغم تلاش هایی که صورت گرفته است، متاسفانه حکایت همچنان باقی است. این چهره دردناک و فرسوده آقاجاری است، چهره‌ای که چروک رنج‌هایش از پشت پرچین‌های سنگی به فردایی موهوم می‌نگرد. کودکانی که در آینه سیمای مادر مهربان و دردمند خود فردای تیره خود را می‌بینند. خانه‌های گلی، کوتاه و توسری خورده که ترک گرما ویرانی در اولین باران را به آنها بشارت می‌دهد. فقری که طعن زنان نیش خند خود را در دلهای بی امید فرو می نشاند. اینجا همه چیز خبر از فرو ریختن می دهد، حتی این سقف چوبی. اما خاتون این شهر غم گرفته چشم به راه کدامین سوار است؟ کودکان رنگ پریده این شهر طلایی در انتظار کدامین دست کاوشگر معجزه را که نه توجهی را تمنای چشمان کم فروغ خیش کردند. میخوای حرفی بزنی؟ یه چیزی بگی؟